هی چه خبر بچه ها؟ اسم من هست کیودی پای. امروز میخوام بریم توی یوتیوب و سرین پیدا کنیم. سرینه که میشناسین کیه؟ آره، همیشه سکسی باش. بله، خب بریم بنویسیم ببینیم کی میاد. سرین. او مای گاد، مصاحبه آرش بینشپژوه با سرین. خب ما همینه براتون تفسیر میکنیم. ۷۹۰۰۰ بازدید، ۵۸۹ تا دیسلایک و ۲۲۸ نفر اینا میپسندن. ببینیم این هفته مهمان برنامه ما کسی هستش که خودش رو شاهزاده ایران میدونه، آقای سرین بدیعی. شاهزاده. بیننده های محترم اسکای سوم، این شما و این آقای سرین بدیعی. درود بر شما. درود بر شما، خوب هستین؟ درود بر شما، خوب هستین؟ مرسی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه اسکای سوم اومدید. اگر محبت کنید در ابتدا خودتون رو معرفی کنید. من شاهزاده جاودانه پارس، سرین پارس هستم یا سرین بدیعی. سرین جان، چرا خودتون رو شاهزاده میدونید؟ چون من فرزند شهبانو شیرین پارس و سرهنگ جلال بدیعی هستم. یعنی شهبانو از خاندان شاه بوده؟ نه، شهبانو شیرین پارس از خاندان هخامنشین و تنها خاندانی هستن در ایران که جاودانه هستن، که ما مثل آدمای دیگه پیر نمیشیم. اینطوری که ما هممون میدونیم کسی میتونه شاهزاده باشه و شهبانو باشه که جزو خانواده شاه بوده و اون شاه یک زمانی در یک حکومتی حاکم بوده، ولی خب برای خانواده شما چنین اتفاقی نیفتاده. نه، این درست نیست، چون حتی خود شاه ایران پدرش تو ارتش بود و بعداً اون شاه شد و خاندان شاه حتی از شاهزاده های ایران نبودن و مزد همین الان رضا پهلوی پیر شده. What the fuck؟ خب پیر میشه دیگه، خب جوان میشه؟ ولی خاندان ما همیشه از شاهزاده های ایران بودن. مرسی، میرم و برمیگرد. خاندان ما همیشه از شاهزاده های چی میگه این؟ مرسی، میرم و برمیگردیم دیگه. این یه تیکر رو قطع کردن فکر کنم که یه کاره باش بکنن اونجا که دیگه خفشه. سرین جان، بیننده بیشتر دوست دارن در مورد پدرتو بدونن. پدرتو کارش چی بود و در نهایتی شد که اعدام شد؟ پدر من تو ارتش نیروی هوایی شاهنشاه آریا مهر بودن. چرا اعدام شدن ایشون؟ چون که تو ارتش نیروی هوایی شاهنشاه آریا مهر بودن و بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام همه رو صادر کردن و مادرم شهبانو شیرین پارس بودن. چرا این سیخه؟ اصلا تکون نمیخوره، انگار چیزی تکونش رفته یا مثلا اونجاش هم مثل خودش سیخ مونده. بدشون. شما اون موقع چند سالتون بود؟ من 5-6-7 ساله بودم تقریبا. بسیار عالی. آها، شما اون موقع چند سالتون بود؟ من 5-6-7 ساله بودم تقریبا. بسیار عالی. شما اون موقع چند سالتون بود؟ من 5-6-7 ساله بودم تقریبا. مادرتون الان در قید حیات هستن؟ برای حفظ امنیتی اون سالا نمیتونم جواب بدم. اوکی. امنیت؟ بابا مگه تو کی هستی آخه؟ امنیت؟ چه امنیتی آخه؟ آخه کی میاد الان تو رو دستگیر کنه؟ چرا شما همه جا خودتون رو شاهزاده معرفی میکنید؟ شاهزاده باید به حال شاهزاده که تعریفش در اول برنامه صحبت کردیم و شما یه سری اعتقادات خودتون دارید، ولی یک سری برنامه‌ها باید داشته باشید. برنامه‌تون چیه؟ می‌خواد چیکار بکنید؟ و تا به امروز چه کارا رو انجام دادید؟
همینطوری که گفتم من شاهزاده جاودانه پارسم و وجود جاودانه من برای حقوق کامل بشر. این آرش ترسش اصلا بهش نگاه نمیکنه. میترسه یه وقت من بر ضد تمام مسلمانان در سراسر جهان میجنگم. یک سری نوشته‌ها و تصاویر مردم از شما توی صفحه اینستاگرام و وبسایت میبینن که بیشتر اینو نشون میده که شما به سمت مسائل جنسی و روابط جنسی شخصی خودتون هستید. و آیا فکر میکنید با این روش کمکی به جامعه ایران میکنه؟ بله، خطرناکترین نوع بشر کسی است که اعتقادش زیاده و ذهنش کمه، و من با این کارام میخوام اندیشه مردم رو بیشتر رو باز کنم. ببینید، آیا فکر میکنید تا به امروز بازده کارتون مثبت بوده یا منفی؟ خیلی مثبت. تو خود آمریکا وقتی من اومدم ازدواج همجنسگرایان قانونی نبود و امسال ازدواج همجنسگرایان قانونی شد. فقط به خاطر این ازدواج قانونی شد. ولی خب ما توی صفحه اینستاگرام شما که میریم بیشتر کامنت های منفی میبینیم و مردم فحش میدن و چیز جالبی نمی‌نویسن برای شما. علتش چی میتونه باشه؟ من هزاران طرفدار دارم در ایران، ولی در ایران نمیتونن کسی از من طرفداری بکنن چون جونشون تو خطر میفته و یا دستگیر میشن. بسیار عالی. هزاران طرفدار داره ولی فعلا رفتن گوسن بچرانن. بیشتر توضیح بدید شما این طرفدارا رو چجوری میشناسید؟ شما از کجا میدونید مثلا طرفدار شما هستن؟ چون که تو مدرسه ها، تو تمام تخت مدرسه ها می نویسن سرین من عاشقتم، دایرکت هایی که باسم می فرستن، نامه هایی که برام می فرستن و خیلی ها میگن ما فدایت هستیم و هر کاری بخواید می کنم. همین فقط دایرکت می دن، میگن دوستت داریم، خب شاید از یه جای دیگه تو دوست دارن. من فقط میخوام تغییر در جامعه ایران و جهان ایجاد کنم. سوال من از شما الان اینه که آیا در آینده ایران سهمی خواهید داشت اگر رژیم جمهوری اسلامی برکنار شه، این رژیم سرنگون شه، آیا در حکومت بعدی شما جایگاهی خواهید داشت؟ امیدوارم، ولی اون دیگه بستگی داره به مردم و طرفداران عزیزم. خب اگر شما تو ایران طرفدارانی داشته باشید، خب ما یک سری اپوزیسیون داریم، یک سری کسایی داریم که مدعی هستن برای حکومت آینده ایران، ولی خب سبک صحبت کردن اونها، روش فعالیت های اونها با شما 180 درجه فرق میکنه. آیا شما فکر میکنید اونها با اون روش زندگی شما رو که فراتر از آزادی میاندیشید توی جمعیت اونها جایگاهی خواهید داشت؟ بله، چون امیدوارم یک روزی ایران آزادترین کشور جهان بشه و قانون ایران حقوق کامل بشر میشه. بریم ببینیم سوالاش چیه. در این قسمت میریم به سوالای فیسبوکی. یک سری از دوستان سوالات رو از آقای سرین بعدی پرسیدن و من از شما میپرسم. بفهم. خانم بهادر پرسیدن که من شنیدم ثروتی که دست این آقاست مال خاندان پهلوی بوده که قرار بود از طریق حساب شما از ایران خارج بشه و به دست خاندان پهلوی برسه که نرسیده. همش دروغه. کاملا رد میکنید؟ بله. سوال بعدی رو آقای سینا پرسیدم، بپرس که داروی مغز اعصابش رو میخوره. مگه منم که جمعه ها میرم تو مسجد الله اکبر میخونم. بسیار عالی. دوست دیگه پرسیدن که آقای زانیار گفتن که در یک ویدیو روی صفحهشون گذاشتن، گفتن که آمریکایی‌ها خواستن ایشون رو بدزدن و روشون آزمایش عجیب انجام بدن. برام جالبه که بدونم چه آزمایشی رو خواستن رویشون انجام بدن. همینطوری که گفتم عزیزم، شما منو میبینید، خودتون چش دارید، خودتون عقل دارید و من سن منو خود آمریکایی‌ها نمیدونن چون حتی اونا این درک رو ندارن و من سنمو به آمریکایی‌ها نگفتم و این فقط واسه یه هموطنان عزیزه و کسی منو نخواسته بدوزه یا کاری بکنه و اونا همش دروغ و شایعه است. اوکی، پس اینو کلن تکذیب میکنه این موضوع رو. What the fuck was that؟ اصلا فکر کنم این آرش اینو آورده که مردم رو بخندونه فقط. اصلا از این سوال ها معلومه که مردم طرفدارش که نیستن، هیچ دارن سرکارش هم میذارن. مطلب بعدی خانم آنایتو، البته سوال نیست، گفتن که بهشون بگید صرف نظر و یا در نظر گرفتن هر چیزی یک پسر ایرانی خوشتیپ و بامزه است. خیلی ممنون، شرمنده.
خوشش اومده، خیلی ممنون، شرمنده و میاد تادا خشنگ پیشت. اشکان گفته که چرا اینقدر فحش میدی؟ با هر انسانی باید هم دهن خودش بشی. من ترسو و سر به زیر نیستم. اگه یه کسی به من فحش بده و به خانواده من، به مادرم بگه فاحشه، من بهش فحش میدم. البته من با شما مخالفم. اگه دوست داشتید بعد از سوالا با هم در این مورد صحبت میکنیم. متشکرم. آقای همایون پرسیدن که نظرشون رو در مورد توافق هسته‌ای بگن. همایون از فیسبوک. راجبه چی؟ نظرشون رو در مورد توافق هسته‌ای. توافق هسته‌ای. سوال دقیق نمی‌فهمم منظورش چیه. توافق خب کشور ایران و آمریکا الان دارن با هم مذاکره میکنن و قراره بر ایران خود داره روی تسلیحات هسته‌ای کار میکنه، دارن با هم توافق میکنن که ایران کار انجام بده یا نه، و آمریکا قصد داره که جلوی پیشروی این انرژی هسته‌ای تو ایران رو بگیره. اونا همش دروغه. هر چیزی که توی روزنامه ها و اخبار ها میبینید دروغه. چون نمیدونه دیگه میگه دروغه. فرهاد پرسیده که اگه خودش شاهزاده ایران میدونه چرا انقدر از کلمات فحش و ناسزا استفاده میکنه؟ نمیدونه که این موضوع از خصوصیات یک شاهزاده ایرانی نیست. عزیزم، ملتی که من فحش میدم چون که مسلمونم دارن به ما فحش میدن. به شهبان و شیرین پارس میگم فاحشه. خب با هر آدمی باید همدهن بشی. خب پس چرا خودش فحش میده؟ آها، چون خودش مسلمون نیست. پس اگه اینجوریه تو شاهزاده ای، پس منم یعنی شاهزاده هم. چرا به فکر خودم نرسیده بود؟ شاید من نباشم، شایدم مردم تهران هم شاهزاده بود. شایدم چرا مردم تهران، شایدم کل کشور شاهزاده هم، ایران، نه جهان شاهزاده. پس وقتی شما دارین راه میرین تو خیابون، خودتونم یعنی شاهزاده این، مردم هم شاهزاده هم. سرین که اینطوری شاهزاده شد، ما هم شاهزاده این. پس ما همه کی شاهزاده این. فردا میرم پرچم درست بکنم، میشم شاهزاده کیودی پای. شما هم برین پرچم رو خودتون درست کنین، به مردم برین بگین شاهزاده. و در آخر مهدی پرسیده که ازش بپرس ساقیش کیه. همینطوری که گفتم، من نیستم که میرم مسجد و دعوا و ساقی داشته باشم. شماها ساقی میخوایی. البته خب همه که مسجد میرن، خب به هر حال منم یک زمانی مذهبی بودم. منم تا سن 15 سالگی به خاطر روندی که در خانواده خودم بود، در جامعه بود، مذهبی بودم. متشکرم سرین جان. خیلی ممنون، خوشبخت شدم. مرسی، موفق باشید. خیلی ممنون. به امید آزادی ایران. مرسی، موفق باشید. خیلی ممنون. به امید آزادی ایران. مرسی، موفق باشید. خیلی ممنون. به امید آزادی ایران. خب دوستان، از سخنان زیبای شاهزاده سرین، شاهزاده ایران، لذت بردیم. واقعا سخنان خیلی زیبایی گفتن، واقعا تاثیرگذار بود. سانوا پیچ، امیدوارم خوشتون اومده باشه. من کیودی پای هستم، تو یوتیوب سرچ کنید، کانال منو دنبال کنید. امیدوارم از ویدیوها خوشتون اومده باشه. قسمت های بعدم براتون میذارم. سرین هم دوباره هست و کسی اینستاگرامی هم که هستن، بازم تفسیر داریم. امیدوارم از برنامه خوشتون اومده باشه رفقا. پیس سان و پیچ. امیدوارم خوشتون اومده باشه. من کیودی پای هستم، تو یوتیوب سرچ کنید، کانال منو دنبال کنید. امیدوارم از ویدیوها خوشتون اومده باشه. قسمت های بعدم براتون میذارم. سرین هم دوباره هست و کسی اینستاگرامی هم که هستن، بازم تفسیر داریم. امیدوارم از برنامه خوشتون اومده باشه رفقا. پیس.